زن زندگی آزادی حاصل اقلا 120 سال مبارزه برای آزادی، یعنی مهسا نمایندگی میکنه یک جنبش دراز مدت آزادی خواهی رو. به این دلیل اعتبارش بالاست. زن زندگی آزادی فراگیر شد و اتفاقا چون حزبی گروهی خطی سیاسی نبود، یک جنبندی فوق‌العاده است که جبهه بسیار گسترده و وسیعی رو ایجاد کرده. امروز 25 ماه مارس 2023 برنامه در فرهنگسرای بنیاد غیرانتفاعی مالتزه برگزار شد. از یکی از هنرمندان موسیقی ایران اسفندیار منفردزاده دعوت کردیم به چند دلیل. یکی این که در این روزها تولد اسفندیار بود، دو قدردانی از این هنرمندانی که سالیان دراز در خدمت به موسیقی ایران زحمت کشیدن و در عین کار موسیقیشون مبارزه سیاسی رو کردن. توانای معترض الان هم در ایران کم و بیش ساخته میشه، زیرزمینی هست، بیرون از ایران همه جا، یعنی اعتراض به ناهنجاری در جوامع به ویژه این روزهایی که وسایل ارتباطی سریع و وسیع وجود داره، همین تلفن‌هایی که دست همه هست مثل اسباب بازیه، خب این کمک میکنه دیگه جهان نمیتونه این همه، یعنی طولانی زیر یک استبداد رسوا شده نمیتونه بمونه. زود استبدادها رسوا میشن و تجربه میشن، خیلی زود تون میریزن و این آخریش. امیدوارم گام بعدی به یک رهایی نسبی جامعه ایران برسه. روزگار بهتری رو مردم ایران به رهبری زنان شاهد خواهند بود. زن زندگی آزادی.